درود به مردم شریف ایران من شهریار افشار هستم میزبان شما در برنامه پالیتیکس 365 امروز مجدداً آقای دکتر جواد هیرانیا در ایران به برنامه پیوستن ایشون دایرکتور پرژن گاف استادیز گروپ هستند در ساینتिफیک ریسرچ اند میدل ایست استراتیجیک استادی سنتر در ایران و مجدداً به برنامه پیوستن که این موضوع این فاینانشل بلاک بریکسو به ما توضیح بدن و ایشون در این مورد چند،, چند, تا مقاله چاپ کردن ریسرچ کردن میتونن ما رو روشن کنن واقعا نقش ایران هدف ایران در شرکت به این فاینانشل بلاک به بین المللی چی هست با چین و هند و روسیه و کره و شمالی و واقعا این یه میتینگ هم تازگی داشتن در آتی هم حتما خواهند داشت و ما چی میتونیم انتظار داشته باشیم در شرکت ایران به این فاینانشل بلاک که به طور بین المللی به اسم بریکس میشناسند آقای دکتر خوش اومدین مجددا برنامه ما خیلی ممنون از وقتتون از زحمتتون ما امیدواریم که شما بتونید ما رو به ما کمک کنید که این موضوع بریکس رو بیشتر آگاه بشیم از این مورد و شرمندگان عزیز بتونن بتونن این موضوع رو پیگیری کنن در خبرهای بنونالی که میبینن اسم ایران و بریکس رو در یه هدلاین خوش اومدین عرض سلام دارم خدمت شما جناب افشار و مخاطبان این برنامه خیلی متشکرم از دعوت بنده به این برنامه بله در خصوص خب عضویت ایران در بریکس در واقع باید اول به سیاست خارجی ایران در خصوص این بلوک در واقع توجه کرد که در واقع عضویت در بریکس در واقع ناظر به چه روی کردی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران هستش خب در واقع عضویت در سازمان هایی مثل سازمان همکاری شانک هایی که در واقع چند ماه پیش ایران عضویت کامل رو به دست آورد یا همین بلوک تجاری بریکس که اشاره فرمودین خب اینها در واقع سازمان ها و نهادهایی هایی هستن که در واقع نمایندگی جنوب جهانی رو بر عهده دارن و خب کشوری مثل ایران بر اساس اون سیاست نگاه به شرقش در واقع عضویت در این نهادها و سازمان ها رو برای خودش در واقع امر حیاتی میدونه و اینکه حالا در واقع دلایل این عضویت چی هست باید یه مقدار در واقع بحث سیاست نگاه به شرق ایران واکاوی بشه و اینکه چرا در واقع این سیاست در به ویژه دوره ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی به صورت خیلی در واقع پرشتابتر داره دنبال میشه خب در واقع سیاست نگاه به شرق قبل از دولت آقای رئیسی به ویژه در دولت آقای احمدی نژاد هم مطرح بود و در واقع ایران بعد از جنگ خب با توجه به شرایطی که ناشی از خسارات جنگ وجود داشت در واقع خب روابط بهتری رو با شرق دنبال میکرد ضمن اینکه تلاش داشت که با غرب هم در واقع روابطش رو روابط متوازنی بکنه که خب در قالب گفتگوهای انتقادی که دولت آقای حاشمی رفسنجانی که بعدها تبدیل شد به گفتگوهای سازنده در واقع روابط با غرب رو دنبال میکرد ضمن اینکه خب روابط با شرق هم در واقع یه مقداری تقویت شده بود و پیش میرفت خب در دولت آقای احمدی نژاد در واقع متاقب باز شدن در واقع فعال شدن فایل حسیه ایران و تحریم هایی که در واقع از جانب قرب وجود داشت خب یکی از دلایلی بود که ایران نگاهش رو متوجه به شرق بکنه چرا که دولت مردای ایران معتقد بودند که در واقع قرب توان در واقع در واقع اون چیزی که نیاز فنی و تخصصی ایران هست در حوزه های مختلف تکنولوژی رو در واقع به ایران نمیدن ضمن اینکه تحریم ها نشون داده بود که در واقع بخشی از حاکمیت ایران این باور رو داشتن که مسئله غرب با ایران یک مسئله هویتی و در واقع مبنایی و اساسی هست و در واقع اون سیاست سیاستی که دولت آقای خاتمی در مقابل قرب داشت و اون بحث کمکهایی که ایران در جنگ افغانستان انجام داده بود به آمریکایا باعث شده بود که ایران در واقع در محور شرارت قرار بگیره و بخشی از حاکمیت در واقع این باور رو داشت که نگاه به غرب تایمین کننده منافع ایران نیست ضمن اینکه هر چقدر ایران به غرب نزدیک شده در واقع اونها ایران رو پس دادن و منافع خودشون رو دنبال کردن خب این در واقع نگاه در دولت آقای احمدی نژاد با تشدید تحریم های غرب علیه ایران یه روی کرده در واقع فر بهتری شد و با شدت و هدت بیشتری دنبال شد و ضمن این که خب آقای احمدی نژاد در واقع پایگاه رای رایی که داشت متعلق به شهرهای کوچیک و روستاها بود و در واقع طبقات فقیر جامعه حامی ایشون بودن و ایشون در شعاراشون هم در عرصه سیاست خارجی بحث از استکبار زدایی مبارزه با در واقع امپریالیسم و در واقع مبارزه با لیبرالیسم غربی رو مطرح میکردن که خب به, به نوعی نوع نگاه سیاست خارجی ایران رو نشون میداد و برای همین هم بود که در دوره ایشون گرایش به سمت آمریکای لاتین و اتحاد و در واقع همکاری های اقتصادی با کشورهای این حوزه به ویژه کشورهای گروه آلبا که از لحاظ عقیدتی در واقع نوع نگاهشون شباهت زیادی به نگاه ایران و جمهوری اسلامی داشت در واقع باعث شده بود که ارتباط قویی شکل بگیره بین دیدگاه استکبار ستیز و آمریکا ستیز دولت آقای احمدی نژاد و در واقع کشورهای آمریکای لاتین و حالا سایر کشورهایی که به لحاظ عقیدتی و ایدئولوژیک نزدیک بودن به دیدگاه ایشون خب بعد از دوره آقای احمدی نژاد و به ویژه دولت آقای روحانی خب ایشون نگاهش در واقع در سیاست خارجی این بود که مسئله اصلی ایران حل و فصل مسئله هسته ای و رفع تحریم ها هست و در واقع نگاه به غرب و نگاه به آمریکای لاتین که حالا دوره آقای احمدی نژاد بود رو نگاه حالا به اون شدتی که آقای احمدی نژاد دنبال میکرد رو دنبال نمیکردن و معتقد بودن مسئله اصلی سیاست خارجی ایران و مسئله اصلی که باعث عقب افتادگی ایران شده و این فشار اقتصادی رو تحمیل کرده به جامعه در واقع بحث تحریم ها هست و ایران سی روابطش با غرب رو در واقع به صورت متوازن در بیاره و مسائل مشکلاتش رو حل بکنه خب بعد از خروج ترامپ از توافق هسته ای که صورت گرفت خب این دیدگاه در واقع باز نزد اون طیف تندروی محافظ کار تقویت شد و خب البته با اقداماتی هم که اونا انجام داده بودن یه مقداری برجسته شد که اعتماد به قرب نمیتونه در واقع سیاست خارجی ایران و منافع اقتصادی ایران رو تامین بکنه و اونها خیلی پروپاگاندا کردن روی این مسئله و بحث خروج در واقع آمریکا از برجام خب ضمن این که خب با خروج ترامپ از برجام طبقه متوسط ایران که حامی در واقع اصلاح دلبا و میان روها بودن در جایگاه ضعیف قرار گرفتن و خب بعد از در واقع به ویژه بعد از سال 1388 شمسی هم در واقع تلاشی از سوی محافظ کارا و تونلاها صورت گرفت که در واقع میانه و اصلاح طلبا رو از ساختار قدرت ایران در واقع حس بکنن و تضعیف بکنن که نهایتا منجر به این شد که حتی خود طبقه متوسط که حامی گروه های اصلاح طلب یا بودن در واقع در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی گذشته مشارکتی نداشتم و این زمینه رو برای حضور در واقع محافظ کاران در ساختار قدرت پیش از پیش مهیا کرده بود خب با ورود در واقع این بخش به ساختار قدرت و منافعی که از ره در واقع نگاه به قدرت هایی مثل چین و روسیه به بیجه حاصل میشد و تضمین کننده در واقع ثبات اونها در ساختار قدرت بود که نگاه به شرق یه حالت تشدید پیدا کرد و خب عینیتش هم در ورود به سازمان همکاری شانکای و بریکس بود و خب اینکه در واقع این سازمان ها تأمین کننده منافع ایران هستن خب بحثیه که وجود داره علا رقم این که چند ماه هست که در سازمان شانکا ایران عوض شده باز بنا به دلایل عدم عضویت ایران در FATF در واقع هنوز روابط تجاری شکل نگرفته و شکل هم نخواهد گرفت چون هیچ کشوری نمیاد ریسک کنه تجارت پرسودش با کشورهای دیگر رو تحت تاثیر در واقع تجارتش با ایران قرار بده و اگر روابطی هم وجود داره به صورت تهاتر هست یا به صورت در واقع غیر رسمی هست که ایران در واقع تخفیف های خیلی ویژه‌ای رو به برخی از این کشورها میده حالا چه برای فروش نفتش یا چه برای در واقع ورود کالا خب به صورت غیر رسمی وارد میشه و خب هزینه‌ای که متحمل میکنه به مردم ایران خب هزینه ای گذافی هستش بسیار واقعا تمام طرف این موضوع رو واسه ما توضیح دادین <applause> چند تا از سوالهای من هم پیشمینی کردین واقعا این بریکس این فانانشو بلاک بریکس اه، اه، به طور عملا یه مؤسسه‌ای که تمام کشورهایی که قرار تحریم اقتصادی بر علیشون اجا کرده با هم دیگه پیوستن که بتونن اقتصاد خودشون رو بهتر کنن برای منافع خودشون اما هنوز نمیتونیم فکر کنم پیش بینی کنیم که آیا این کوشش به موفقیت میرسه یا نه یعنی اول کاره درست؟ نه بینید خب در واقع نگاه ایران با اعضای بریکس نگاه از برخی جهات در واقع با اینکه در واقع اونها هم کشورهایی هستن که متعلق به جنوب جهانی هستن و در واقع اونها هم منتقد در واقع نظم لیبرال و نظم غربی هستند ولی دیدگاه ایران با کشورهای عضو بریکس لزوما همگرا به معنایی که ایران مد نظرش است و اون چی که ایران در واقع با عضویت در این سازمان مد نظر داره خب یکسان نیست یعنی ایران یک در واقع رابطه آنتاگونیستیک با غرب داره و یک در واقع نگاهی که به این سازمان داره تصور این هست که این سازمان و کشورهای عضو اون یک در واقع رابطه مخاسم آمیز با غرب دارن در صورتی که خب اعضای شانکای به این شکل نگاه نمی کنن. یعنی اونا علا رقم این که با غرب کار میکنن با کشورهای غربی کار میکنن با دلار کار میکنن با سویفت کار میکنن حالا غیر از روسیه که بعد از جنگ اوکراین در واقع تحریم هایی رو مت متحمل شده در واقع به خاطر اون تجاوزی که انجام داده ولی کن کشورهای دیگه عضو این بلو که در واقع دارن با غرب کار میکنن و خب در نتیجه تفسیری که از شرایط گذار نظم جهانی وجود داره و پتانسیل هایی که در واقع چین داره خب تلاش میکنن که یه توازنی در سیاست خارجیشون ایجاد بکنن عضویت در واقع عربستان و کشورهای دیگه تو بریکس هم به همین معناست شما میبینید بعد از در واقع همین اجلاس بریکس ما یه نشست گروه 20 رو داریم و آقای بایدن با کشورهای مهم بریکس هند و برزیل و در واقع آفریقای جنوبی میاد عکس میگیره و که نشون میده که نوع نگاه و اونها به این بلوک تجاری چی هست ولی کن ایران در واقع نگاهش متفاوت به بریکس و حاکمیت تصور میکنه که در واقع این بلوک بلوکی هست که در تضاد آنتاگونیستیک با غرب قرار داره در صورتی که نگاه اونها به این مسئله به این صورت نیست ضمن اینکه ایران دلار زدایی رو در واقع به،, 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 به, یک شکلی دنبال میکنه که بتونه در واقع اون سلطه دلار بر جهان رو در واقع کاهش بده و بتونه که در واقع از این بلوک برای رفع تحریم هاش استفاده بکنه که باز این هم در واقع در قالب بریکس با تفسیری که ایران دنبال میکنه حداقل در کوتاه مدت یا میان مدت در واقع محقق نخواهد شد و نهایتا در واقع نیاز به این داره که یک بالانسی در سیاست خارجی خودش ایجاد بکنه و بتونه مسئله و مشکلش رو با غرب حل بکنه وگرنه این بلوک تجاری خب خیلی عرض کردم با نوع نگاهی که ایران داره به این بلوک و نگاهی که این کشورها دارن به عضویت در این در واقع بلوک تجاری یکسان نیست شما عربستان رو میبینید که در اجلاس جی بیست در واقع مشارکت میکنه از این خب علاوه بر تنوع بخشیدن به شرکای استراتژیکشون خب نمیخوان که در واقع تحت تاثیر سیاست های فدرال رزرو قرار بگیرن و در واقع با تنوع بخشی به اقتصادشون و شرکای استراتژیک و اقتصادی خودشون در واقع برای خودشون فرصت آفرینی میکنن و ظرفیت های موجود که حالا چین یکی از اون ظرفیت ها هست استفاده کامل رو میبرن ضمن اینکه که میبینیم که مثلا قراردادهای های تجاری که عربستان و چین در واقع منعقد کردن در قالب همون سند استراتژیک یک به یک در حال در واقع اجرا شدن هست و لیکن خب همکاری که ایران با چین داره هنوز راه به جایی نبرده و ما سرمایه گذاری از سوی چینی ها نمی بینیم حالا اشاره که به چین کنی خیلی ممنون از اون توضیحتون حالا یه دو دقیقه که وقت داریم حتما توی جلسه دیگه بیشتر پیگیری میکنیم به رابطه ایران و چین واسه اینکه اون قرار داره که ایران امضا کرده میدونم مورد نظر خیلی قرار گرفته حتی اقتصاد چین هم الان همچین جالب نیست یکی از بزرگترین ریل استیت دیولپر فکر کنم الان بانکراپسی اعلام کرده یعنی اونام نمیدونم تون تون ساخته اون میسازن خالی تحویل میدن نمیدونم اقتصادشون واقعا چجوری جوری داره میچرخه اما میدونم خیلی تو آفریقای جنوبی و تو آفریقا و ایران چین خیلی نظر داره و این مورد فکر کنم نگرانیه برای خیلی ایرانیا پس ما حالا این موضوع رو پیگیری میکنیم خیلی ممنون از توضیحاتون دکتر اگه یه دقیقه هر اشاره میخواین به بریکس دوباره بکنین این تو یه دقیقه که وقت داریم میتونیم بندی کنیم که برنامه رو به پایان برسونیم باشم ببینید سیاست خارجی در واقع باید متجلی خاصه ها و منافع در واقع همه همه تیف ها و گروه هایی که در داخل هستن باشه و در واقع یک ارتباط وسیع بین سیاست داخلی و سیاست خارجی هست این که نظم بین المللی در واقع در حال تغییر هست موضوع درستی هست ولی تفسیر ما مهم هست که این نظم رو تثبیت شده بگیریم یا یک نظم در حال گذار بگیریم و در واقع عرصه سیاست خارجی رو به دور از به دور از منافع گروهی و جناهی در ایران بدونیم و از تمام در واقع اوغلا و تمام کسایی که در واقع کارشناس اون حوزه هستن استفاده بهینه بشه و در واقع با حضور با حضور اون افراد از یک دیدگاه ریجید و سفت و سخت نسبت به یک گرایش سیاست خارجی که در واقع آثار و نتایجش گاهن در کوتاه مدت مشخص و نمایان هست پرهیز بشه سیاست خارجی در واقع شما کشوری مثل عربستان رو نگاه بکنید چطور یه کشوری که در بلوک غرب قرار داشته سابقا چطور داره از برگ های خودش بازی میکنه و به خوبی با استفاده میکنه و از تمام ظرفیت هایی که در واقع از این نظم در حال گذار وجود داره داره به نفع منافع ملی خودش استفاده میکنه خب این در واقع در سایه یک سیاست متوازن نسبت به غرب و شرق هست و خب ایران هم در واقع بعد توجه به این مسئله داشته باشه که اولا نظم, نظم در حال گذاری هست و ثانیا در سایه یک سیاست متوازن نسبت به غرب و حل کردن مسائل عمده با غرب میتونه که در واقع سیاست به شرق پرباری رو برای خودش داشته باشه وگرنه گرایش یک به شرق تمین کننده منافع ملیش نخواهد بود بسیار عالی آقای دکتر جواد خیلی ممنون از لطفتون وقتتون از واقعا ما بهره برداری کردیم از دیدگاه های عالی که برای ما فراهم کردن شنوندگان بیشتر آشنایی پیدا کردن از این موضوع بریکس ما حتما این موضوع رو پیگیری میکنیم و شاید در گفتگاه آینده برگردیم به موضوع چین خیلی ممنون از لطفتون آقای دکتر خیلی متشکرم از دعوت شما مرسی